سلام، با یکی دیگر از برنامه های آدینه روز زیربنا خوش آمدید. این برنامه با گزارش های مهم اقتصادی که در طول هفته اتفاق می افتد می پردازد. جمعه روز وزارت مالیه از افزایش عواید در 3 ماه گذشته خبر می دهد، با آنکه هنوز نسبت به هدف تعیین شده عقب است. گزارش در این مورد داریم که همکارانم باز پخش می کنند. وزارت مالیه از افزایش عواید در 3 ماه نخست سال مالی خبر می دهد، اما می پذیرد که نسبت به هدف تعیین شده عقب ماندند. بر اساس هدف تعیین شده، اکنون 2 میلیارد افغانی عقب مانده است. د دیارلس سلور نوی مالی کال د لومړی روبې لپاره زموږ د ملي عوایدو ټاکلی هدف 24.4 میلیارد افغانۍ و، چې د لومړی روبې تر پایه پورې یعنی تر اوسه پورې موږ په دې توانېدلی یستو چې 22.4 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړو، چې ښایي د خپل ټاکلي هدف څخه 2 میلیارد افغانۍ موږ شاته پاتې یستو، یعنی که په فیصدۍ باندې موږ ووایو نو 9% موږ د خپل ټاکلي هدف څخه وروسته پاتې یستو. سخنگوی وزارت مالیه میگوید با ایجاد حکومت وحدت ملی اعتماد تاجران و سرمایه گذاران بیشتر شده است. په هیواد کې د سیاسي کړکیچ حل د نوی ملی یووالي حکومت را منطقی دو سره او د دې سره سره د نوی کابینې د اعلان سره سم زمون کورنی عواید مخ پر زیاتېدو دي. وارداتي تجارت کې چې 15% کموالی راغلی و، اوس هغه تشه هم ډکه سوې ده. آقای جیلانی می افزاید تمام پروژه هایی که به دلیل کشمکش های انتخاباتی متوقف شده بود دوباره آغاز به کار کرده است و وزارت مالیه متعهد است که برای انکشاف متوازن در سطح کشور تلاش کند. شنبه کارگران بند برق اول بغلان یکی از دروازه های 35 تونی این بند را برای ترمیم از جایش بلند کردند. گزارش مهمی داریم که همکارانم باز پخش می کنند. کارگران بند برق اول بغلان تازه موفق شدند که یکی از دروازه های 35 تونی این بند را از جایش بلند کرده و برای ترمیم آماده سازند. اما مسئولان این دستگاه می گویند که کار در این بند برق به دلیل استهلاک و فرسایش بیشتر آن طاقت فرسا است. یعنی اگه اینی که 70 سال در داخل آب باشه و حال او را دوباره بیرون میکنیم، پوره ترمیم میکنیم، بسیار کار طاقت فرسا است. ولی چون مسئولیت داریم فردا روز خدا نخواسته نشه که امی بند شکست کنه از طریق شرق و غرب از این از سوی هم مسئولان فنی این بند برق میگویند بان که بدون وقفه برای ترمیم این دستگاه عملا کار می کنند، ولی بر اثر فرسایش و استهلاک آن هر روز با مشکل جدی روبرو می شوند. بند برق از توربینایش گرفته تا دروازایش تا پلیتایش از یک سر بر ما هر روز مشکل آفرین است. هر روز این مشکل میکانیکای ما، میسری های ما فقط سرگردان پردسازی، بلدنکاری، کوتک رساندن دستگاه یک دستگاهی که بیخی از پای افتیده است، کمک نمیکنه دولت بر ما. باید که کمک کنه که دروازه را جور کنیم، ماشینا را جور کنیم، باید پرزه نو بر ما بیاید. مسئولان بند برق اول بغلان میگویند هرچند آنان برای فعال بودن این دستگاه تولید انرژی برق تلاش دارند، اما لازم است که کار بازسازی و به موقع آن را حکومت آغاز نماید. خط آهنی که به طول 75 کیلومتر میان شهر مزار و شهرک مرکزی ازبکستان ساخته شده سهولت‌هایی را فراهم ساخته است. گزارشی در این مورد داشتیم که همکارانم دوباره باز پخش می کنند. ذبیح الله اختری رئیس تکنیکی و سکتوری مقام ولایت بلخ می گوید خط آهنی که به طول 75 کیلومتر در شمال کشور ساخته شده شهر مزار شریف را با شهرک سرحدی در کشور ازبکستان وصل می کند و در امر انتقال مواد بین دو کشور سهولت های را فراهم کرده. آقای اختری می گوید مطالعات برای کار روی خط آهنی که آسیا را از طریق افغانستان به آسیای جنوبی وصل می کند جریان دارد. او می گوید این خط آهن به طول 2000 کیلومتر به صورت تخمینی حدود 3 میلیارد دلار هزینه نیاز دارد و از مسیر ولایت های بلخ، جوزجان، فرا و هرات عبور می کند. ما امکانات بسیار خوبی را داریم تا که
تاجیکستان به ترکمنستان از رای افغانستان وصل بکنیم و حیات دی رابطه حیات فنی توظیف شده که اونا عملا کار سروی را آغاز کردن. در همین حال آقای اختری میگوید خط آهن مزار به همکاری کشور ازبکستان ساخته شده و این کشور علاوه بر اینکه مسئولیت و حفظ مراقبت این مسیر را بر عهده گرفته، شماری از کارمندان افغان را نیز برای استخدام در بخش تکنیکی و حفظ و مراقبت خط آهن آموزش میدهد. در قرارداد جدیدی که با خط آهن ازبکستان صورت گرفته، موضوع حفظ و مراقبت و ارتقای ظرفیت کارمندان خط آهن با اونا قرارداد صورت گرفته که طبیعتاً ما تجربه خط آهن و ترمیمش نداریم، از اینکه این خط توسط امو کمپانی راهسازی یا راه آهنسازی ازبکستان تمیریول ساخته شده. مسئولان ولایت بلخ میگویند خط آهن جدید حجم انتقال محموله ها را افزایش داده و سبب کاهش مصارف انتقال کالا و اجناس می شود و عواید افغانستان را من حیث مسیر ترانزیتی افزایش خواهد داد. پایه های برقی که در اثر برف کوچ ها در سالنگ ها افتاده و تخریب شدند هنوز ترمیم نشدند. گزارشی داشتیم که همکارانم دوباره خدمت شما باز پخش میکنند. برفباری های شدید و فرود آمدن برف کوچ ها در سالنگ ها باعث واژگون شدن 3 پایه برق و تخریب قسمی 3 پایه دیگر شد. از این رویداد بیشتر از 1 ماه می‌گذرد، اما شرکت برشنا نتوانسته است تمامی این پایه‌ها را ترمیم و کابل را از کمبرقی نجات دهد. ما یک پایه دیگر هم که بافت بسازیم که 3 روز کاری را در بر می‌گیره و در 2 روز کاری دیگر هم انشالله که لاین‌ها را وصل می‌کنیم. یعنی ما می‌تونیم بگیم که در مجموع در 5 روز کاری ما برق کابل را وصل می‌سازیم. اگر اوضاع جوی خوبتر باشه طبیعی است که 5 روز متواتر می باشه و اگر اوضاع جوی خراب باشه و اجازه کار را ندن طبیعی است که به تاخیر میفتم. سخنگوی این ریاست میگوید برشنا با وصل سیم های موقت برق توانسته است 75% انرژی برق را وارد کابل سازد، اما کابل نشینان از پرچمی انرژی برق و نیز تقسیم ناعادلانه آن انتقاد میکنند. روزانه برق ما نمی باشه، شب می 10 بجه شب برق میاد، 11 بجه شب می باشد، اگر برق مرخ نمیبینیم بعدا. خانه ما در تایمنیست است. کسی ما در بینقشه است، ما برق نداریم. کسایی که در تایمنیست است، خانه شون بینقشه است، پایشون بلند است، برق دارد. کارتی نب سده که دو که ووسم، ایمو برق نیشته پر دی کابل برق طول خراب ده پر 1 کیلومتره که برق نبی. ایده حکمان نمو متوقع بکن. اما شرکت برشنا چنین گفته هایی را رد می کند. قطع شدن کیبل های برق در سالنگ نه تنها زندگی باشندگان برخی از شهرهای افغانستان را به چالش کشیده، بل مشکلات اقتصادی را نیز در پی داشته است. قیمت صرفیه برق در هرات پایین آورده شد. گزارش در طول هفته داشتیم که همکارانم باز پخش می کنند. پس از گذشت بیشتر از 1 ماه اعتراض‌های مردمی در شهر هرات به دلیل بلند رفتن قیمت برق، آب، مالیات سنگین و دیگر قوانین سختگیرانه دولت در قبال مردم هرات، حالا قیمت جدید صرفیه برق در 1 کیلووات 4 افغانی به تصویب رسیده است. وکلای نواحی 15 گانه شهر هرات در نشستی که با سرپرست این ولایت داشتند، قیمت جدید صرفیه برق خانگی را تحت شرایط خاصی پذیرفتند. این شمار از وکلای گذر میگویند اداره برق مکلف است بر علاوه ارائه خدمات رایگان مقدار برق وارداتی و ولتاژ برق را نیز بلند ببرد. آنان تاکید دارند قیمت جدید برق تجارتی که از سوی مسئولان مرکزی برق 1 کیلووات آن 10 افغانی تصویب شده را قبول نکردند و قرار است به زودی این قیمت نیز کاهش یابد. درباره مسئله تجارتی ما قناعت نکردیم تا به خیر خوشی دو مثالم ما باشتیم رو پیشنهاد کنیم که انشاءالله تعالی بچشه و ما مشکل اصلی ما آبه که مردم از نی آب بسیار مشکلات داره، صفایی تکس های جریمی گمرکات که تمام مردم شکایت از این نی دارن. برق به چاری به تسبیب رسید با تمام خدمات تا پشت متر
تمام خدمات بعد فراهم کنن به مردم. بعد از این ما ولی سه به ما وعده دادن که مسئله او هم حل شه، مسئله جریمات مالیاتی هم حل شه، مسئله گمرکات و مسئله بعضی تبعیضایی که در هرات وجود داره اینا همه رفع شه. سرپرست ولایت هرات میگوید با نشستی که با نهادهای مختلف مردمی داشته، قیمت تازه برق که 1 کیلووات آن 4 افغانی است قبول کردند و تلاش ها برای کاهش قیمت برق تجارتی نیز جریان دارد. در قسمت آب هم تماس های گرفته شده با مرکز، ببینیم که اونا چی تخفیف های میتونن بدن، و در قسمت بحث های دیگه که شما به او اشاره کردیم اونا همه در سطح ولایت هرات است که به او رسیدگی میشه. بعضی مشکلات واقعا وجود داره در بعضی ادارات که مردم به او معترضن. قرار شد که ما فردا یا پس فردا رؤسای مربوطه رو بخوایم و اعتراضات مردم ما رو کتبی به اونا بسپاریم که اونا هم اصلاحات بیارن. بیش از 1 ماه پیش مردم هرات به دلیل بلند رفتن صرفه برق، بلند بودن قیمت آب و دیگر قوانین سخت گیرانه دولت مرکزی در این ولایت دست به اعتراضهای گسترده زدند. با این همه هنوز هم مردم هرات به دلیل بلند بودن قیمت آب و اخذ مالیات سنگین از سوی حکومت در این ولایت شاکی هستند. شرکت‌های مسافربری در شهرهای هرات کابل از ناامنی شدید اعتراض دارند. گزارش داریم که همکارانم خدمت شما باز پخش می‌کنند. روزانه شمار رانندگانی که از این مسیر و با این موتورها می‌خواهند مسافران خود را به کابل برسانند بسیار است. اینجا در ترمینال یا پایانه مسافربری هرات رانندگان از ناآرامی‌های رو به افزایش شاهراه هرات قندهار، قندهار کابل شکایت کردند. این موتر همین هفته گذشته بر پایه گفته نمایندگان شرکت‌های مسافربری مورد تهاجم مردان مسلح قرار گرفته است. هنوز آثار گلوله‌هایی که بر بدنه آن خورده دیده می‌شود. راننده این موتر به همراه شمار دیگری از رانندگان که با او بودند با شلیک گلوله مردان مسلح از پای در آمدند. که 4 نفر موترون ما شهید کردن، بیگناهی دیگه چیزی نبوده، فقط شب بالا میشن و موتر 4 نفر شهید میگن، طرف مخالفین کشته میشن. امنیت نسبی هم حتی برای وجود نداره، حتی امنیت خود دریور تضمین شده نیه به زیرا میره مسافر که بجا خوب باشه. این رانندگان مدعی‌اند که بیشتر سرقت‌ها در نزدیکی پاسگاه‌های پلیس انجام میشود و پلیس کاری برایشان انجام نمیده. هر کاری هم که میشه بیشتر به نزدیک پستا میشه، دور از پستا میشه، نزدیک به پستا که هست دوزی بیشتر به نزدیک پستا میشه، بالخصوص این پستای پلیس که هست. لاره مینه چه ارزه پستای یال تغلی که پستا نیه بز غلن نست، پستا سر اروا ارش پا مغلستا متران دره اید پستی بغل تغلوال غیر ناق مسلمانور میکوشم وسط پستا امنیتی دولت کشن میشی کارو میشه. رانندگان شاهراه هرات کابل و شرکت‌های مسافربری از دولت می‌خواهند تا هرچه زودتر برای آرام ساختن شاهراه اقدام کنند. هرچند آنان می‌گویند که با مقام‌های محلی در این زمینه گپ زدند، ولی تا کنون که تغییری در این مسیر پدید نیامده است. همچنین ناآرامی‌ها در این شاهراه به گفته نمایندگی‌های شرکت‌های مسافربری باعث کاهش مسافران آنان شده است. در این زمینه خواستیم تا نظر مقام‌های امنیتی را با خود داشته باشیم که آنان مانند همیشه حاضر به پاسخگویی در این باره نشدند و تنها امین الله امین فرمانده پلیس شاهراه هرات چیندند هر گونه ناآرامی در مسیر زیر کنترلش را رد کرد. وزارت زراعت از قطع جنگلات در ولایت کنر نگران است. با گزارش و بازپخش آن توجه کنید. وزارت زراعت نگران قطع درختان در ولایت‌های شرقی کشور است. هرچند قانون نگهداری جنگل‌ها اجرایی شده، اما این وزارت چالش امنیت را فرصت خوبی برای مافیای جنگل می‌داند. مشکل عمده و اساسی در ساحاتی که شما نام بردین، ولایت کنر و دورستان، ناامنی است. ناامنی یکی از شرایط بسیار مشکل اساسی، یک چالش برای دولت افغانستان و در بخش منابع طبیعی افغانستان هم به شمار می‌رود. ما امیدوار هستیم که با آمدن صلح در افغانستان، قانون در افغانستان یعنی جایگاه خود داشته باشه و قانون پذیری در مردم پیدا شود. از سوی دیگر شماری از مدافعان محیط زیست میگویند قطع و قاچاق درختان همه روزه در بخش‌های از افغانستان وجود دارد و منفعت اصلی آن را هم کشورهای همسایه میبرند.
مافیای جنگلات مانند مافیایی که برای همه معدنها و تمام مسائل سرمایه های ملی افغانستان موجود داره و تاسف در مورد جنگلات هم یک تعداد مردم که به خاطر به دست آوردن پول و سرمایه و یک تعداد مردم به خاطر که سرمایه ملی افغانستان است با تاسف باز ممالک همسایه ما و باز مافیایی که از اوج دست دارن که در قطع شدن جنگلات ما و به خاطر به دست آوردن پول خود این کار استفاده میکنن. استفاده از درختان برای چوب سوخت و تغییرات اقلیمی از مسائل دیگری است که برای جنگل‌ها در افغانستان تهدید آفرین شده‌اند. بعد از یک وقفه دوباره به برنامه برمیگردیم. یک شنبه. وجود معادن مهم و حیاتی در ولایت بلخ. گزارشی داریم که توجهتان را به بازپخش آن معطوف می‌داریم. مسئولان در ریاست معادن ولایت بلخ می‌گویند در شماری از ولسوالی‌های این ولایت معادن گچ، سنگ‌های ساختمانی، ریگ شیشه، جغل، سلفر و نمک وجود دارد. این معادن توسط ریاست معادن ولایت بلخ به بخش خصوصی اجاره داده می‌شود و از این طریق سالانه میلیون‌ها افغانی عواید به دست می‌آید و برای صدها تن زمینه اشتغال فراهم می‌شود. معمولاً در ولایت بلخ معادن ریگ، معادن جغل، معادن سنگ گچ، معادن سنگ تعمیراتی، سنگ چونه، معدن نمک صنعتی یا معدن نمک شوره ولایت بلخ و همچنان معدن سلفر، معدن ریگ کورتی که قبلا عرض کردم یا معدن ریگ شیشه در ولایت بلخ قرار دارد. داد محمد زازه، مدیر کدستر معادن ولایت بلخ، میگوید معدن ریگ شیشه در ولسوالی شلگر، معدن گچ در چمتال و خلم، معادن جغل و ریگ تعمیراتی در ولسوالی دهدادی و نهرشاهی موقعیت دارد. او میگوید در هر یک از این معادن ده‌ها یا صدها معدنچی مشغول استخراج هستند و فعالیت معادن در بلخ به شکل معیاری صورت می‌گیرد. معادن ریگ از حدود 3 الی 400 نفر در معادن ریگ از طرف سکتور خصوصی اونجا به اصطلاح به کار گماشته شده. همچنان در سایر معادن بیشتر از در یکی از معادن بیشتر از 10 15 تا 30 نفر مصروف کار هستند. تمام معادنی که تحت به اصطلاح برای سکتور خصوصی معامله شده تحت نظر انجینیران فنی ریاست معادن ولایت بلخ استخراج میشه و بیشتر از 80 تا 90 فیصد به شکل معیاری است. مسئولان در ریاست معادن ولایت بلخ میگویند تا کنون مشکل امنیتی مانع استخراج معادن در نقاط دوردست نشده. تنها در ولسوالی چمتال که در آن معادن سلفر و گچ وجود دارد به دلیل رخ دادن حریق در معدن سلفر و مشکل امنیتی در این ولسوالی در حال حاضر فعالیت استخراج متوقف است. نشر نتایج سروی راهسازی روستایی از طرف وزارت مالیه. گزارش در این مورد داشتیم که همکارانم دوباره بازپخش می‌کنند. وزارت مالیه کشور نتایج سروی راهسازی روستاها را به نشر رسانده که در یک سال انجام شده است. بر اساس این سروی 2500 کیلومتر سرک تا سال 2018 در روستاها ساخته می شود. مقام‌ها در وزارت مالیه می گویند که با اعمار شدن این سرک ها تأثیرات مثبت بر زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم رونما خواهد شد. سرک هایی که در حدود 2500 کیلومتر سرکی که قرار است تحت ازی برنامه اعمار شوه تا تمام سرک ها را یک سروی انجام دادن و این مدت بیشتر از یک سال گرفت و بالاخره معلومات ازی آمد، جمع‌آوری شد و تحلیل شد. با این حال مسئولان در وزارت انکشاف دیهات میگویند که 90000 کیلومتر سرک در روستاها به حالت خامه است و نیاز به قیرریزی دارد. تخمین را که ما داریم از ضرورت سرک در دیهات افغانستان بالاتر از 90000 کیلومتر سرک در کل 40000 قریه افغانستان که جمله کلشان در 400 ولسوالی جابجا هستند ضرورت سرک در دیهات افغانستان محسوس میشه که البته این سرک های هستند که تمامشان سرک های نیستند که از جدید احداث شوند.
بلکه سرک های موجود هستند که احیا کار دارن و سرک های هستند که قیر کار دارن و بازسازی کار دارن. این پروژه زیر نام برنامه ملی راهسازی روستایی به سرپرستی وزارت مالیه به کمک مالی بانک جهانی و به همکاری اتحادیه اروپا، وزارت فواید عامه و احیا و انکشاف دیات تطبیق می‌گردد. دهقین از تهدید یک نوع مرض نباتی در کشتزارهای گندم شکایت دارند. گزارشی داریم که همکارانم دوباره پخش می‌کنند. در حالی که کشاورزان از کشت کوکنار دست کشیدن و به زر گندم رو آوردن، اما آنان شکایت دارند که یک نوع مرض نباتی محصولاتشان را تهدید می‌کند. کشاورزان می‌گویند که مشکلاتشان را با ریاست زراعت شریک کردند، اما در زمینه هیچ اقدام صورت نگرفته است. در غنم چی دی مرزون ای کردی از مشتر ایت رکم دولت کمک نده کردی نیده دوا ده خواسته چول غنم ده گوار ده غنم ده غو خلاص کرده تن نست ده 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 پار ده ملکی خلقو ده پار مطلق ده دولت ده خاص خلقو ده ده خاص خلقو دولت ده ده وقت خلقو ده چه برده ده اخلی خوری اخبل هیچ نظر و غریب سریت نست نم ده سی مرد لری چه توری خزدی که کردی ده غیه کردی کار سریت خبل و ده اصل مزبرخته. کشاورزان میگویند که اگر به این چالش رسیدگی نشود محصولات فصلیشان از دست خواهند رفت. در همین حال مسئولان ریاست زراعت هلمند میگویند که مزارع فصلی گندم در ولسوالی مارجب و نادلی به دلیل کشت همساله دچار مرض نباتی شده است. نادلی مرجع او مرکزی ساحه که اپاتون است ولی د مخنیوی دپاره د ایپازیه نباتاتو مدیریت کارکمون که موز لرو چه آقا تمو اچه چه نمونه را ولی ده آقا تمو آول کرده کوشش پرده کرده چه آقا مخنیوی نیست. وی میگوید که برای حل این مشکل نمونه از این مرض را به وزارت زراعت فرستادند. به اساس آمار ریاست زراعت هلمند در سال جاری 100 هزار هکتار زمین گندم کشت شده است. باشندگان ولسوالی 20 ساله جلگه بغلان از وجود راه‌های مواصلاتی و خطوط مخابراتی محرومند. گزارشی در این مورد داریم که همکارانم پخش می‌کنند. مسئولان محلی بغلان می‌گویند با آنکه از ایجاد ولسوالی جلگه این ولایت بیش از 20 سال می‌شود، اما هنوز هم باشندگان آن با مشکلات راه‌های مواصلاتی دشوارگذر و نبود خدمات بهتر مخابراتی روبرو اند. جلگه که ولسوالی نو تأسیس است، فاقد تعمیر، فاقد سرک، فاقد موتر، فاقد همه وسایل انسانی، حتی مخابرات که امروز اینترنت در دنیا وصل است، مردم باید ارتباط بگیره خدمات بکنه. اما متاسفانه ما در ولسوالی جلگه حداقل گانتن مخابراتی نداریم. آقای اکبری میگوید کابل باید برای ثبات حکومت مرکزی حکومت‌های محلی را جهت ارزی خدمات بهتر برای مردم بیشتر تقویه و حمایت کند. ما امیدوار هستیم که اگر دولت مرکزی جناب دکتر صاحب اشرف غنی دو واقعا نگادم با احساس است یا دکتر صاحب عبدالله اگر اینو میخوان حکومت های محلی رو تپه کنن مشکلات و چالش های حکومت محلی رو در نظر بگیرن حل بکنن ما امیدوار هستیم که 100% کار با بسیار وجه احسن انجام بشه. مسئولان محلی ولسوالی جلگه میگویند برای حکومت داری بهتر در این ولسوالی تلاش دارند، اما در عدم توجه حکومت مرکزی آنان با چالش های بیشتر مواجه خواهند شد. این بود برنامه آدینه روز امروز خدمت شما تقدیم شد. تا برنامه بعد و هفته بعد که باز هم خدمت شما قرار می گیرم شما را به خداوند می سپارم. بدرود.